اقرأ باسم ربك الذي خلق. تنزيل من رب العالمين. سوره مبارکه مائده پنجمین سوره از قرآن کریم می باشد که پس از سوره نساء و قبل از سوره انعام در مصحف شریف قرار دارد. این سوره مدنی است و از جمله سوره های طولانی قرآن کریم می باشد. این سوره 120 آیه دارد و دارای 2804 کلمه و 11933 حرف می باشد. از لحاظ ترتیب در مصحف پنجمین سوره بوده و پس از سوره فتح نازل شده است. ارتباط سوره مائده با سوره نساء و چه تشابه بین سوره مائده و نساء بسیار است، زیرا هر دو دارای چندین اتفاقنامه و پیمان و احکام می باشند. همچنین بحث با اهل کتاب، مشرکین و منافقین در هر دو وجود دارد. در سوره نساء سخن از عقد ازدواج و امان نامه و قسم و پیمان نامه و وصیت و امانت و وکالت و اجارات بیان شده و سوره مائده با امر به وفا به اتفاق نامه ها آغاز شده است. در سوره نساء زمینه برای تحریم مشروب آماده شده و در سوره مائده به صورت قطعی حرام گشته است و در هر دو سوره مناظره با اهل کتاب وجود دارد. مائده در زبان عربی به معنای سفره یا خوان می باشد. نام این سوره دو بار در قرآن کریم و آن هم در خود سوره مائده ذکر شده است. این سوره المائده نام گرفته و علت آن ذکر یکی از معجزات عیسی علیه السلام برای قومش بوده. قوم عیسی علیه السلام از او درخواست کرده بودند که خداوند مائده یا سفره‌ای از آسمان برایشان نازل کند تا آنان از آن بخورند و دلهایشان نسبت به دین محکم گردد. نام دیگر آن سوره احبار می باشد، زیرا در آیات 44 و 63 این سوره مبارکه نام آنان ذکر شده است. این سوره در جزهای 6 و 7 و حزبهای 11، 12 و 13 در مصحف شریف قرار دارند. بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحابته و مواله. از درس ها و پیام هایی که سوره مبارکه مائده میشه گرفت، این سوره مبارکه اهمیت وفا کردن به عهد و پیمان، مهمترین موضوع این، اصلا موضوع این سوره هست، وفا کردن به عهد و پیمانی که با خدا داریم و یا با بندگان خدا داریم. در ابتدای سوره هم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به عهد و پیمانتون وفا کنید. چه عهد و پیمانی که با خدا داریم در مسئله حلال و حرام بودن هست، در مسئله بندگی برای خداست، یا اون عهد و پیمانی هم که ما با بندگان خدا داریم. در روز قیامت هم خداوند از در آخر سوره هستیم اونه که یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، از اون عهد و پیمانی که خداوند از پیامبران گرفته و پیامبران از یارانشون گرفتن سوال میشه که چه کار کردید شما، و از حضرت عیسی سوال میشه از اون عهد و پیمانی که یارانش داده، از یارانش گرفته در مورد دعوت به دین خدا، و عهد و پیمانی هم که عیسی به خدا داده در دعوت دادن مردم به خدا، که از سوال میشه ای عیسی نعمتهای من را بر خودت یاد بیار، نعمت من بر تو و بر شاگردانت، و همچنین از سوال میشه که
آیا تو ادعای خدایی کردی؟ آیا تو مردم را از این عهد و پیمانی که با خدا داشتی، مردم با خدا داشتند، تو اونها را از این عهد و پیمان دور کردی؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ که حضرت عیسی اعلام میکنه که من بر عهد و پیمان خودم بودم، من مردم را دعوت دادم به عبادت تو، من هیچ وقت عهد و پیمان خود را نشکستم. در بند گردیم به خود و بعد هم خداوند در آخر سوره هم پاداش اون کسانی که به عهد و پیمانشون با خدا و پیامبران وفا کردن، عمل کرده اند، پاداششون را اعلان میفرمان که قال الله هذا یوم ينفع الصادقين صدقهم، این روزی است که صدق صادقین به دردشون میخوره و آنها را از عذاب نجات میدهد. برگردیم به اول سوره که در مورد وفا کردن به عهد و پیمان هست، که امری که خداوند کردن به عهد و پیمان. خب بعد از اینکه این امر میشود، خداوند در مورد اون چیزهایی که بر ما حلال کردن صحبت میکنند، اون چیزهایی که در هنگام احرام هستیم صحبت میکنند، خلاصه و بعد بار دیگه در خلال سوره شرح داده می شود و بعد هم محرماتی که در سوره های قبل هم اومده باری در اینجا تاکید میشه، چون سوره مبارکه مائده آخرین سوره قرآن هست و اون چیزی که در اون حلال شده دیگه تاکید هست، قابل تغییر نیست، و اون چیزی که حرام شده هم دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. با درس دیگری از سوره مبارکه مائده، اعلان کامل شدن این دین، الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو براتون کامل کردم. بعد اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فریضه حج رو انجام دادن و تمام ارکان اسلام هم به جای آوردن، فقط حج مونده بود، سال 10 هجری حج هم کردن، اعلان شد که دیگه دین کامل شده، از همه جوانب اون دین کامل شده، دیگر احتیاجی به وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. در همون خطبه حجۃ الوداع هم رسول الله اعلان فرمودند که دیگه امکان داره سال آینده من دیگه با شما نباشم. دیگه پیامبر فهمیدند از این آیه دین کامل شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما کامل کردم. وقتی که الیوم اکملت، دین کامل شده، دیگه احتیاج نیست که ما دنبال چیزی بگردیم در غیر دین اسلام. دین نقصانی نیست، نعمت خدا هم بر ما تمام شده، نزول قرآن، ابلاغ دین و ایمان آوردن بسیاری از مردم به این دین، وارد شدن مردم در دین، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وبعدن انت ورضيت لكم الاسلام دينا، اسلام را هم به عنوان دینی که دین شایسته هست به اون راضی شدم، برای شما انتخاب کردم، در اون رضای من هست، هر کاری که الان شما دارید انجام میدید بر اساس قرآن و سنت رسول الله در اون رضای خداست، پس اون چیزی که در اون رضای خداست انسان رو به سعادت میرسونه، پاداش اون در دنیا قبل از آخرت خواهد دید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، پس کامل ترین دین، دین خداست، دینی که خدا به اون راضی شده دین اسلام هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم دین را کامل به مردم رسوند، قرآن را کامل به مردم رسوند، وظیفه خودشون انجام دادن و اون وظیفه‌ای که خداوند در عهده‌اش گذاشته بودن که لتبین للناس ما نزل الیهم، بیان کردن اون چیزی که از قرآن احتیاج به بیان بود، احتیاج به توضیح داشت، پیامبر توضیح دادن و قرآن را هم با لفظش و هم با معناش
به اصحاب خودشون رسوندن و اعلان اکمال دین شد. این بزرگترین نعمتی بود که الان بشریت با رشد فکری خودش میبایست با قرآن زندگی کند و از قرآن استفاده کند. قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه فاضله را پایه‌گذاری کردند. دستور دادند، قوانین گذاشتند، قواعدش را گذاشتند که چگونه شما میتونید مدینه فاضله درست کنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش بعد از خودش این مدینه فاضله را در حقیقت در زمان خودشون تأسیس کردند. میمونه که ما مسلمان ها در هر زمانی و در هر مکانی بتونیم از قرآن استفاده کنیم. قرآن دین اسلام دین کامل و جامع است. دستورات قرآن همیشه دقت کنیم یک دستورات کلی است، به جزئیات وارد نشده. اگه در جزئیات وارد بشه فقط میمونه برای یک زمان خاصی و مکان خاصی. اما وقتی که در مورد کلیات صحبت فرمودند، احادیث رسول الله هم کلیات هست، قواعد مطرح میفرمایند، میمونه که ما در هر زمانی و مکانی چگونه از این کلیات استفاده کنیم و بر زمان و از اون جزئیاتی که مناسب خودمون هست استفاده کنیم. محور و موضوعات اصلی سوره. سوره مائده همانند دیگر سوره های مدنی بیشتر به جانب احکام و تشریع پرداخته است. در این سوره موضوعات مربوط به عقیده و داستان‌های اهل کتاب نیز وجود دارد. از دیگر موضوعات مهم سوره میتوان به دستور به وفای به عهد، بیان چهار پایان حلال گوشت، ذکر چیزهای حرام، بیان کامل شدن دین، ذکر صید، حلال بودن غذای اهل کتاب، جواز ازدواج با زنان پاکدامن اهل کتاب، جزئیات غسل، طهارت و نماز، حکم گواهی دادنها، خیانت اهل کتاب در پنهانسازی آنچه در کتابهایشان بر آنان نازل شده است، ذکر سخنان ناروای مسیحیان، حکایت 40 سال سرگردانی قوم بنی اسرائیل، داستان کشته شدن هابیل توسط قابیل، حکم راهزنان، حکم سرقت و حد آن، مذمت اهل کتاب و بیان نفاق و تجسس آنان، فضیلت جهاد، اثبات دوستی خداوند و رسولش با مؤمنان، مذمت یهود به خاطر گفته های ناروا و زشتشان، مذمت مسیحیان به خاطر اعتقاد فاسد آنان، بیان کمال دشمنی یهود و نصارا نسبت به مسلمانان، مدح اهل کتابی که از حبشه آمده بودند، حکم گواهی اهل کتاب و صلح میان کسانی که با هم اختلاف دارند، گفتگوی امتها با پیامبرانشان در روز قیامت، ذکر معجزات عیسی علیه السلام و نزول سفره الهی، پرسش خداوند متعال از عیسی علیه السلام در قیامت و بیان منفعت صدق در روز قیامت برای صادقان اشاره نمود. فضائل سوره مبارکه مائده. اسماء دختر یزید ابن سکن انصاری رضی الله عنها میگوید مهار از با شطر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست من بود که تمام سوره مائده بر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید و از شدت سنگینی آن نزدیک بود بازوی شطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هم بشکند. و در روایتی آمده است که شطر نتوانست آن حضرت را تحمل کند، در نتیجه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پیاده شدند. از درسایی که میتونیم از سوره مبارکه مائده بگیریم، قضیه تیسیر و آسانی دین خداست.
که خداوند بعد از مثلا در مورد وضو صحبت می شود و بعد اگر انسان نتونست وضو بگیره به هر عذری باشه تیمم می کند، بعد خداوند می فهمد که هدف ما از این قانون، از این حکم سخت گرفتن بر شما نیست، بلکه هدف آسانی است. پس دین خدا آسان هست، انسان میتونه راحت عمل کند، یعنی در حد توان انسان هست. خداوند اون چیزی که خارج از توان و اراده ماست از ما نخواسته. قبلا در سوره آل عمران گفتیم که قرآن قابل فهم هست، هر چیزی در قرآن اومده ما میتونیم بفهمیم، قابل فهم هست. در این سوره هم میفرمان که هر اون چیزی که از شما خواستیم که انجام بدید آسان هست، میتونید انجام بدید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس در حد توان خودش میتونه اون چیزی که خدا ازش خواسته انجام بده، در حد توان خودش، و انسان هم خدا ازش بیشتر از این نخواسته. پس قاعده اساسی در این دین است که دین آسان هست و دین آسان گرفته. معناش این نیست که انسان بگرده دنبال فتاوای علما و اقوال علما، هر قول عالمی که دید که آسان‌تر هست، مطابق هوا هوس خودش هست، بون عمل کند. نه، مسئله وقتی میگیم دین آسان هست که انسان به راحتی میتونه انجام بده. وضو نتونستید بگیرید، به هر عذری تیمم میکنید. نتونستید ایستاده نماز بخونید، نشسته، در حد توان خودتون شما کارو انجام میدید. در هر حالتی انسان اون بندگی خدا را انجام میدهند. در مورد از درسایی که میشه گرفت، کسانی که میخواهند عهد و پیمانشون با خدا بشکنند و ایجاد ناامنیتی در جامعه اسلامی کنند، ایجاد فساد کنند و راهزنی کنند، ایجاد ناامنیتی کنند، ایجاد ترس و وحشت در جامعه کنند، چون هدف اسلام این است که انسان در جامعه‌ای که زندگی میکنه در امن و امان باشه، هم از لحاظ فکری در امن و امان باشد و هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ مالی، از هر لحاظ انسان باید در امن و امان باشد. بدین خاطر میبینیم که مسئله قتل صحبت شده که انسان نباید دیگری را بکشد و این خیلی سنگین هست. ایجاد فتنه هم سنگین هست، راهزنی، ایجاد ناامنیتی در سطح جامعه بسیار سنگین هست که این را به عنوان یک محاربه با خدا و پیامبر معرفی فرمودند. محاربه با خدا و پیامبر و جزای اونها هم به شدت هست، خیلی شدید هست، چون کرامت و ارزش انسانی از بین میبره، جامعه را دچار تلاطم میکنه، دچار بحران میکنه. بدین خاطر به شدت هم با اونها، با کسانی که جامعه را به بحران میکشونن و ایجاد ناامنیت میکنن، با شدت با آنها برخورد شده. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را، جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را، بگرفته ام وفا را، از لا بلای با درس دیگر از درس‌های بسیار زیاد این سوره مبارکه. عهد و پیمانی که خداوند از یهود و نصارا گرفتند در رساندن این دین و حفظ کتاب‌های آسمانیشون و اینکه اونها این عهد و پیمانشون رو با خدا شکستند، به دستورات خدا عمل نکردند، به اون چیزی که در تورات اومده بود، اون چیزی که در انجیل اومده بود عمل نکردند و عملاً و فکرن همه این عهد و پیمان هایی که با خدا بسته بودن زیر پا گذاشتن، و بعد خداوند فرمود که ما این کتاب رو هم نازل کردیم که این کتاب بر کتاب های دیگر تسلط و برتری دارد، کتاب کاملی است، در اون هم هدایت هست، نور هست، به اون عمل کنید، به اون حکم کنید، دنبال هوا هوس دیگران نباشید، به خاطر هوا هوس دیگران و گفتار دیگران از عمل کردن به این کتاب خودداری نکنید، دشمنان خودتون به عنوان دوستان خودتون، به عنوان یاران خودتون انتخاب نکنید،
اگر شما این کار کردید دیگه از داره اسلام به در رفتید. بعد قاعده و قانون کلی میدونن که رابطه ما با خدا رابطه بندگی است. چقدر بندگی کنیم برای خدا در زندگی موفق خواهیم بود. اگر از این بندگی دست بکشیم خدا هم دیگه رابطه با ما نداره. وقتی ما رابطه اون قطع کردیم با خدا، خدا هم رابطه را قطع میکند، کسان دیگر را خواهد آورد که در راه این دین از جان و مالشون میگذرند، خدا را دوست دارند، خدا هم اونها را دوست دارد. در راه خدا از هیچ سعی و کوششی دریغ نمی کنند، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم نمی ترسند. پس این قاعده کلی میگه که اگر شما دست از دعوت، دست از دین خدا کشیدید، دیگه رابطه با خدا ندارید، خدا کسانی دیگه خواهد آورد که این وظیفه را انجام بدن. این آیه در حقیقت به ما هم اینو میگه که ما مسلمون ها اگر رابطه اون با خدا درست نکنیم، رابطه را قوی و محکم نکنیم، از خدا دور خواهیم بود، خدا هم از ما دور خواهد بود. تا زمانی که رابطه را قوی نکنیم، چنگ به قرآن نزنیم، به قرآن عمل نکنیم، در حقیقت رابطمون با خدا قطع کردیم. نمیتونیم اون امتی که خدا خواسته کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر باشیم. این بهترین امت به خاطر اون رسالتش هست. رسالتش هم ایمان به خدا، دعوت دادن مردم به دین خداست. وقتی که ما از در این دو رسالتمون، مسئله ایمان درست به خدا و دعوت دادن مردم به دین خدا، از خودمون کوتاهی نشون بدیم، درست انجام ندیم، دیگر خیریت رو از دست دادیم، برتریت خودمون رو از دست دادیم. برگردیم به قرآن، به عهد و پیمانی که با خدا بستیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شود. اقرأ بسم ربك الذي خلق تنزيل من رب العالمين